مولانا خدا و سلام بر شما. با مجموعه خبری ساعت 8 خوش آمدید. امروز پنجشنبه 30 سال 1402 هجری خورشیدی است. در نخست سرخط مهمترین خبرها، سفر نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان به کابل. منابع حکومتی و آریانا نیوز میگویند که آصف علی دورانی در رأس یک هیئت امروز وارد کابل شده است. تأکید بر ایجاد حکومت همه شمول در افغانستان. رئیس جمهور تاجیکستان میگوید تشکیل حکومت فراگیر تضمین کننده ی صلح پایدار در افغانستان است. امنیت، ثبات و همکاری منطقه‌ای در آسیای مرکزی به گونه مستقیم و وضعیت در افغانستان بستگی دارد. کشوری که در وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تأکید به بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه. بنیاد معارف ترکیه میگوید صحبت‌هایشان برای بازگشایی مکاتب دخترانه با مقامات امارت اسلامی ادامه دارد. با دیدار صدر اعظم اسرائیل با رئیس جمهور امریکا، رهبران دو کشور اعلام کردند که اجازه نمی‌دهند ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. مشروع خبرها، من داریوش احمدی هستم. آصف علی دورانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان امروز در رأس یک هیئت به کابل آمده است. قرار است آقای دورانی و هیئت همراهش با مقامات امارات اسلامی در مورد مسائل مختلف مربوط به دو کشور دیدار و گفتگو کند. وزارت خارجه میگوید آصف علی دورانی با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دیدار کرده است و روی موضوعات امنیتی و ایجاد تسهیلات در صادرات و کالاهای ترانزیتی تجار افغان و حل مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان صحبت کردند. امیرخان متقی برای هیئت پاکستانی گفته است که افغانستان و پاکستان به عنوان دو کشور اسلامی همسایه باید از اظهارات ضد و نقیض خودداری کنند تا شکاف میان دو کشور بیشتر نشود. هیئت پاکستانی وعده سپرد تا مشکلات فراراه تجاران افغان را هر چه زودتر حل کند. این سفر در حال صورت می‌گیرد که مقامات پاکستانی پیوسته از فعالیت طالبان پاکستانی در خاک افغانستان نگرانی‌های خود را مطرح کرده و گفتند که در این مورد با مقامات دولت سرپرست افغانستان از نزدیک گفتگو می کنند. رئیس جمهور تاجیکستان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفته که مذاکرات بین الافغانی و تشکیل حکومت همشمول تضمین کننده ی صلح پایدار و ثبات در افغانستان است. او مدعی شده که قاچاق مواد مخدر از افغانستان افزایش یافته و تا 2 سال گذشته 10 تن مواد مخدر در مرز با افغانستان ضبط شده است. امارات اسلامی اما ادعاهای افزایش قاچاق مواد مخدر از افغانستان را رد کرده، گفته است که پس از فرمان رهبری اقدامات مؤثر در جلوگیری از کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر روی دست گرفته شده است. رئیس جمهور تاجیکستان شکوه از افزایش قاچاق مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان را به مجمع عمومی از سازمان ملل برد. او در سخنرانی در این مجمع لب بر شکوه از افغانستان گشود و گفت طی 2 سال گذشته 10 تن مواد مخدر در مرز با افغانستان توسط نیروهای مرزی تاجیکستان ضبط شده است. امام علی رحمان به موضع همیشگیش نیز تاکید کرد و گفت مذاکرات بین الافغانی و تشکیل حکومت همشمول در افغانستان در تامین صلح پایدار و ثبات در این کشور ضروری است. امنیت، ثبات و همکاری منطقه‌ای در آسیای مرکزی به گونه مستقیم و وضعیت در افغانستان بستگی دارد. کشوری که در وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هنوز ناحل شده است و کشورهای آسیای مرکزی از افزایش قاچاق مواد مخدر از افغانستان، تروریسم و امنیت مرزی نگرانی دارند. اما با باور ما تنها راه حل وضعیت در افغانستان و دستیابی به صلح پایدار و ثبات همدیگر پذیری گفتگو میان افغان هاست که یک حکومت همشمول در این کشور را رقم بزند و این می تواند گره‌گشای مشکلات افغانستان باشد. 2 ماه قبل سازمان ملل متحد در گزارش مدعی شد که افغانستان به یکی از بزرگترین تولید کنندگان متامفتامین و هیروئین مبدل شده که بیشتر این مخدرات به بیرون از مرزهای آن کشور قاچاق می شود. آنچه به شدت از سوی امارت اسلامی رد شد. کچیری دغه نن تاسو وګورئ سبا کې دیشی چې دغه مخدر سرش، یعنی په افغانستان کې یو د سولې او ثبات حکومت راشي،
دغه حالت خلکو د بیسوادۍ نه د دغه بیرته پاتې نه تاسو استفاده کوئ، نو بنا اند نه دا دای تاسو په ګټه ده او نه دا د درېمې نړۍ په ګټه ده، دا نه د منطقې په ګټه ده، نه دا د افغانستان په ګټه ده. امارات اسلامی میگوید پس از فرمان رهبری اقدامات سازنده و مثمر برای محو کشت کوکنار و تولید مواد مخدر روی دست گرفته شده که در نتیجه آن کشت کوکنار و تولید سایر انواع مواد مخدر در افغانستان به صفر رسیده است. امارات اسلامی همچنان حکومت فعلی را همشمول دانسته و تاکید کرده که تقاضای همشمولیت حکومت از سوی کشورها مداخله در امور داخلی افغانستان است. امارات اسلامی افغانستان وظیفه داره تا پیشرفته داشته باشه، مسائلی که پیش یک مشکل وارن وجود داره مشکلات رفع شوه، ولی نیاز به دو چیز داره، یکی زمان، دوم اقتصاد. بعضی مسائل با اقتصاد وابسته است، بعضی به زمان وابسته است. تلاش‌های نهایی ما جریان داره که در تمام عرصه‌ها پیشرفته صورت بگیره، نیازمندی ها رفع شوه و خواست مردم بعد نظر گرفته شده باشه و حکومت هم در چارچوب شریعت اسلامی پاسخگو به مردم باشه. چون با این حال امام علی رحمان با ابراهیم رئیسی همتای ایرانی خود در مورد افغانستان نیز دیدار و گفتگو کرده است. رهبران دو کشور در مورد برگزاری یک نشست مشترک وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان به هدف افزایش هماهنگی در مبارزه با تروریسم و ثبات در افغانستان صحبت کردند. ملل متحد که اجلاس کردن مسئله افغانستان مطرح شد. در اونجا تاکید کردند که طالبان موظف و مکلف است یک حکومت فراگیر یا مشموله که در اونجا شایسته سالاری مطرح باشه بسازن، قانون اساسی خود مطرح کنن، خوازادی های اعتبار بر رسمیت بشناسن، خوازادی های بانوان و کار بر زنان و آموزش دختران و دوشیزگان باید مد نظر بگیره و مطرح کنه و در این مورد تصمیم گیره. در این حال کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان با هیئت از امارات اسلامی در دوحه درباره مبارزه با مواد مخدر صحبت کرده است. کرن دکر گفته است بدون کمک جامعه بین المللی و نقش زنان افغانستان موفق نخواهد شد تا به نگرانی های جهانی برای ریشه‌کن کردن مواد مخدر رسیدگی کند. او گفت ایالات متحده در همکاری با سازمان ملل متحد و سایر نهادها و نیز حکومت سرپرست افغانستان تلاش می کند تا کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر کاملا ریشه‌کن شود. امروز 21 سپتامبر برابر است با روز جهانی صلح. این روز از سوی سازمان ملل متحد به هدف نهادی نکردن صلح جهانی و پرهیز از انحصار طلبی ها و افراطی خواهی نامگذاری شده است. در افغانستان هرچند پس از حاکمیت امارات اسلامی از درگیری های مسلحانه کاسته شده است، اما برخی از آگاهان میگویند اعمال محدودیت های آموزشی تحصیلی و کاری از سوی حاکمان جدید افغانستان آرامش خاطر و روان زنان و دختران افغان را سلب کرده و دختران بازمانده از درس و تحصیل پس از به قدرت رسیدن امارات اسلامی نیز صلح را تجربه نکردند. گزارش از فرهناز فریبرز. سیوم سنبله یا 31 سپتامبر برابر می شود با روز جهانی صلح. این روز به هدف دستیابی در جهت نهادی نکردن صلح جهانی و پرهیز از انحصار طلبی ها و افراطی خواهی از سوی سازمان ملل نامگذاری شده است. این روز در افغانستان اما با گسترش فقر و بیکاری همراه است. برخی از باشندگان کشور هرچند از تامین امنیت سراسری در افغانستان خوشحالند، اما میگویند صلح بدون نان معنای چندانه ندارد. حال فعلا که راضی هستیم که برادر همه چی است؟ آرامی است. زده کوف نیست، زدن نیست، کشتن نیست، کار نیست. دمی ما راضی هستیم، بیغم همونجا هستیم، شیشتیم دیرمی سر سرک کار میکنیم. دیگر همه آرام هستیم دیگر. فعلنش آرام هستیم. و آرزوی مایی است که در افغانستان صلح سرتاسری در افغانستان بپا شود. این بیادرکشی و برادرکشی و کشتن و مشتن چیزا باید از بین بره. از سوی هم برخی از آگاهان میگویند صلح نه تنها به معنای نبود جنگ است، بل جامعه آری از تبعیض و محدودیت میتواند از نگرانی روحی و روانی افراد جامعه بکاهد. اما در حال حاضر اعمال محدودیت های آموزشی، تحصیلی و کاری از سوی حاکمان جدید افغانستان آرامش خاطر و روان زنان و دختران افغان را سلب کرده و دختران بازمانده از درس و تحصیل پس از به قدرت رسیدن امارت اسلامی نیز صلح را تجربه نکردند. تلاش شود تا اینکه مردم مطابق معنی صلح در آرامش، رفاه، بدون کشمکش و بدون دغدغه زندگی کنند، در حالی که در کشور ما دغدغه های
نبود درس، تعلیم، کار زیاد است و نمیتونیم بگوییم که ما در کشور خود صلح پایدار و دائمی را دارا هستیم. آرزو داریم که به صلح پایدار برسیم. اما برخی مقامات امارت اسلامی باورمندند که پس از پایان اشغال افغانستان توسط آمریکا و روی کار آمدن نظام اسلامی، صلح در افغانستان تامین شده است. با برکت قربانی های افغان ها به دستشان رسید، صلحی که آرزویشان بود، صلح سرتاسری. و واضح است که کسایی که کدام کشوری که سری کشور دیگری حمله میکند و وحشت و بربریت و تمامی حیثیت های هم کشور را پامال میکند به نیت خوب نیست و ما نمیتونیم همینطور تعبیر بکنیم، اون قابل توجیه هست. به باور آگاهان، افغانستان اما در طول سالهای متمادی به صلح واقعی دست نیافته است، هرچند که راه ها و مسیرهای متفاوت را برای به دست آوردن این آرزوی دیرینه پیموده است. شمار از روانشناسان اما میگویند اصطلاح صلح فقط به معنای پایان درگیری های مسلحانه نیست، بلکه هدف از آن رعایت موازین حقوق بشری و قواعد یک جامعه سالم است. معنا و مفهوم صلح را متاسفانه ما همیشه در موارد نبود جنگ مورد بحث قرار دادیم که گویا در یک جامعه که جنگ حکم فرما نبود ما به صلح واقعی رسیم، اما در حالی که بخش از صلح هست، اما صلح واقعی اشاره به همه بسترهای یک جامعه میکنه که فرد بتونه او موارد را با خود داشته باشه. این در حال است که پس از تحولات سیاسی و به قدرت رسیدن امارت اسلامی در افغانستان، امنیت سراسری در کشور تحکیم شده است و حاکمان جدید افغانستان در قبال نگرانی های زنان و دختران بارها تاکید کردند که حقوق زنان نیز در چارچوب شریعت اسلام تامین است. ادامه خبرها پس از وقفه. ادامه خبرها. مسئولان بنیاد معرفه ترکیه در افغانستان میگویند هر زمانی که درب مکاتب بروی دختران باز شود، آنان آمادند تا همچون گذشته عرضه خدمات آموزشی را برای دختران بالاتر از صنف ششم فراهم کنند. رئیس عمومی این بنیاد میگوید با مقامهای دولت سرپرست افغانستان در راستای چگونگی باز شدن درب مکاتب دختران صحبتها صورت گرفته است. او در نشست ارائه کارکردهای این بنیاد در افغانستان همچنان میافزاید دانش آموزان فارغ شده از مکاتب افغان ترک میتوانند بورسیه پانتونهای ترکیه را به گونه رایگان به دست آورند. مسئولان بنیاد معارف ترکیه در افغانستان نشست را برای ارائه کارکردها و دستاوردهای این بنیاد در کابل برگزار کردند. رئیس این بنیاد میگوید در صورت بازگشایی درب مکاتب برای دختران، بنیاد معارف ترکیه آماده است عرضه خدمات آموزشی را برای دختران بالاتر از صنف ششم فراهم کند. و همچنان میگوید صحبت‌های با مقامات دولت سرپرست افغانستان در راستای چگونگی باز شدن درب مکاتب دختران صورت گرفته است و تلاش‌هایشان در این رابطه ادامه دارد. بله، ما همراه مقامات صحبت کردیم و ملاقات‌های ما ادامه دارد و این موضوع که رسمی شود باز اعلام می‌کنیم. ما می‌خواهیم که مکاتب دخترانه باز شود و ما هم صحبت می‌کنیم و منتظر پاسخشان هستیم و تعمیرهای ما برای مکاتب دخترانه آماده است. آقای تکور در نشست رأی کارکردهای این بنیاد در افغانستان همچنان می‌افزاید دانش آموزان فارغ شده از مکاتب افغان ترک می‌توانند بورسیه پانتون‌های ترکیه را به گونه رایگان به دست آورند. به گفته او روند ثبت نام عقض امتحان دانش آموزان جدید برای مکاتب افغان ترک در افغانستان نیز آغاز شده است. همزمان با این دانش آموزان لیسه افغان ترک از نصاب تعلیمی این مکتب خرسندند و بر بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان از سوی دولت سرپرست تاکید می‌ورزند. در افغانستان بسیار یعنی سر تعلیم بسیار یک ذره فوکس دیگه هم زیاد شوه، فوکس کم است. با خواهرای عزیز ما باید تعلیم خلاص شوه، یعنی دروازه مکاتب و پانتونها برش خلاص شوه، به خاطر که در افغانستان نیاز دکترهای نسایی ولادی و قابله از حد بیشتر است در ولایت ها.
در هر ولایت ما مثالش را داده میتونیم که بسیار زیاد است و دروازه های مکاتب باید برزیا خلاص شوه. دا وان تور درس و ډیر صحیح درس ته چې څلوخ ملټه سات وی لاس ملټه تفریح وی بیا ان بعد مونږ دلته د مکتب په بخچه کې ګرځو چې ذهن ما آرام شي هغه ما آرام شي درسونه ډیر ښه دي ډیر ښه استادان لري لایک لایک استادان لري شاګردان ډیر تکړه ډیر سویال سره د مکتب. بنیاد معارف ترکیه در حال حاضر 45 باب مکتب، 7 مرکز آموزشی خدمات تعلیم و تربیه و 7000 دانش آموز در 8 ولایت افغانستان دارد که رئیس این بنیاد آن را پل دوستی میان کابل انقره عنوان می کند. رئیس جدید اتحادیه صرافان سرای شهزاده با برگزاری یک انتخابات رقابتی انتخاب شد. این انتخابات زیر نظر وزارت عدلیه و مقامات بانک مرکزی برگزار شد و در نتیجه رئیس جدید این اتحادیه انتخاب گردید. مقامات وزارت عدلیه میگویند که انتخابات با شفافیت کامل انجام شده است. اعضای اتحادیه صرافان سرای شهزاده گرد هم آمدند و روند رایدهی را برای انتخاب رئیس جدید این اتحادیه آغاز کردند. بهرام خان زدران و دادگل حضرتزی دو کاندید برای به دست آوردن کرسی ریاست سرای شهزاده با هم در رقابتند. در نتیجه این انتخابات بهرام خان زدران رسما به عنوان رئیس جدید انجمن صرافان معرفی شد و در این انتخابات با کسب 133 رای از مجموع 231 رای به عنوان رئیس جدید سرای شهزاده انتخاب شده است. در این انتخابات مقامات وزارت عدلیه، بانک مرکزی و اتاق تجارت و سرمایه گذاری نظارت داشتند. زه حاجی صاحب بهرام خان ته وایم د الله په نیز باندې به خامخا موږ تاسو دغه در حشر میدان کې درېږو. داسې نه یي چې هغه خلک چې په دې بازار کې زرهاو انسانانو ته لاسونه نیسي او ډېرې په خوارۍ، عاجزۍ، ذلت او په داسې هیئت او شکل و صورت سره چې دی مسلمانان نه یو لس روپۍ پنځه روپۍ په سوال غواړي دا مدې نظر کړه ځان ته اخپل مسئولیت عند الله ادا وګرځاو. بیا به ان شاء الله موږ هم درنه راضي یو، وزارت عدلیه به هم درنه راضي وي او الله رب العزت به هم درنه راضي وي او دغه عمارت اسلامي ټول شهیدان به تانه راضي وي. رئیس جدید اتحادیه صرافان سرای شهزاده میگوید تلاش خواهد کرد که تا به عنوان مسئول این صنف صرافی ها تمام کارهایی را که بر عهده او است به صورت منظم انجام دهد. او بل د افغانستان بانک د مسئولینو نه لکه حاجي صاحب ظاهر چې دلته ناسته د ده نه مې دا غوښتنه ده چې د موږ سره په جوازه کې ګذرا وکړي د کومو صرافانو جوازونه نشته خدای دې وکړي چې په ده باندې دوی کار وکړي موږ ته دا جوازونه راکړي. دا به د انشاءالله ټولو صرافانو دا غوښتنه ده د ټولو په نمایندګي دا خبره درته کوم. او بل د ما د ټولو سره دا وعده ده چې د افغانۍ په ارزښت کې به موږ ډېره همکاري کوو. اول خو د یوې میاشتې را په دې خوا زموږ سره مولوی یاسین صاحب او رئیس اړینس کمیسیون صاحب قاری صاحب ډېر په تکلیف ور سره ډېر په خبر اوس دا یوه هفته کېږي چې یو ځل بیا عبید مولوی صاحب معاون یې اول د ریاست صفر دو دی، همدارنګه ظاهر خان د افغانستان بانک خپله نور احمد هغه دا ټول په تماس کې ورسره او دغه نور دوستان دیو ټول زموږ سره ډېر زحمت وسي دوی ټول څخه ډېره مننه. بر اساس اساسنامه اتحادیه صرافی ها برنده انتخابات به مدت 2 سال رئیس این اتحادیه خواهد بود و پس از 2 سال اتحادیه انتخابات دیگری را برای انتخاب رئیس جدید برگزار می کند. شمار از باشنده های ولسوالی خرم و سارباغ ولایت سمنگان می گویند که آنان به ابتدایی ترین خدمات دسترسی ندارند. با گفته آنان هرچند همه سال هزاران تن از بخش های مختلف کشور برای تفریح به این ولسوالی می آید اما حکومت کمترین توجه را به وضعیت مردم این ولسوالی دارد. خرابی جاده ها، عدم دسترسی به خدمات مناسب صحی و آموزشی، نبود سیلبرهای معیاری و چالش های مخابراتی از مهمترین مشکلات باشنده های این ولسوالی بیان می شود. مسئولان محلی هم با تایید چالش های یاد شده می گویند که جهت رسیدگی به این مشکلات حکومت مرکزی را در جریان گذاشتند. ولسوالی خرم سارباغ ولایت سمنگان در شمال کشور، ولسوالی که با داشتن آب و هوای مناسب و طبیعت چشم نواز میزبان صدها گردشگر داخلی است. اما ساکنان این ولسوالی از بی‌مهری حکومت در راستای ارائه خدمات به مردم گله دارند. شماری از باشنده های این ولسوالی می گویند با گذشت سالها هنوز با مشکلات زیاد روبرو هستند. خرابی جاده ها، عدم دسترسی به خدمات مناسب صحی و آموزشی، نبود سیلبرهای معیاری و چالش های مخابراتی از مهمترین مشکلات باشنده های این ولسوالی بیان می شود. سرکای ما نیتو خراب است.
بسیار به مشکل یک مریضی تا سمنگان برادر اگر میره او توسط مو بیماری یا خون ضایع کردن تکان موتر همه از دست جان خود میته. یعنی مشکلات ها بسیار در منطقه ما زیاد است. کل امکانات ما ضعیف نداریم، مشکلات های تلفن همین مشکلات ها رو داریم، سرکا ما خراب است، برق نداریم، آنتن درست نداریم، تلفن ما یه روز روشن است یه روز خاموش است. در همین حال مسئولان محلی در این ولسوالی با تایید مشکلات موجود میگویند جهت رسیدگی به این چالش ها نیازمندی های مردم را با حکومت مرکزی شریک کردند. مشکلاتی که ولسوالی خرم سرباغ داره اولترین مشکل سرک است. مشکل سرک است، سرک نداره، سرکش خام است، زیادتر خراب میشه و تقریبا ولسوالی که دیگه چندین ولسوالی از اینجا موترش تیر میشه. امیت یک ولسوالی است. وضعیت امنیتی در ولسوالی خرم سرباغ 100% تامین است. هیچ مشکل نیست. دوستایی که چکر میان از ولایت‌های مختلف برشان اطمینان میتیم که الحمدلله هیچ مشکل نیست. مسئولین مجاهدین همه در خدمت ملت است. این ولسوالی که در 60 کیلومتری شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان قرار دارد، مسیری برای وصل مرکز با برخی دیگر از ولسوالی‌های ولایت سمنگان نیز است. شاربولی مرکز ولایت کندهار برای ارائه خدمات بهتر به مردم یک بخش خدماتی سیار را ایجاد کرده است. با گفته مسئولان از طریق این بخش خدماتی سیار به تمامی مشکلات مردم که مربوط به شاربولی می شود رسیدگی خواهد شد. با این حال باشندگان ولایت کندهار از این اقدام شاربولی استقبال می کنند. ایجاد بخش خدماتی سیار از شاربولی شهر کندهار. مسئولان شاربولی کندهار میگویند که به هدف رسیدگی به مشکلات مردم و مراجعین این اداره بخش خدماتی سیار را ایجاد کردند تا از این طریق هم به مشکلات مردم رسیدگی شود و هم زمینه آگاهی دهی را در قسمت مسجد های شاربولی برای مردم فراهم بسازند. در مرکز شدی در شهریان در رخیز پاهوی اورازونی در پر در همه شکایت و رسیدگی در پر چکم خلق در شاربولی سخه شکایتون لری در به دید نیجه سخه اوری او داغسی پجه سیار مرکز که در ار ریاست سخه چه شاربولی ندری ریاست سخه تشکیل در ریاست سخه و یو نمائنده پکشه که برخی دیگری از مسئولان این اداره هم از کارهای معیاری در شهر کندهار خبر می‌دهند و خواهان همکاری ساکنان این شهر در عرصه پاکاری شهر هستند. خلق سندق خوبستان از هزمور سرم کاریو که او داده طول شروالی سر نوازی در موتر بوینی خمخای مشکل است برزی پرنیسی سراتوائی. باشندگان شهر کندهار از این اقدام شاربولی استقبال میکنند، اما خواهان حل یک سری مشکلات در امورات روزمره و محل کاری خود هستند. خلق سر کمک میکنند. مورد سرک پر غاله بند یوال انا در کباب کرایی یه شیدی. در ورز لس لس وارد غیلی و راز غیلی چه دلتا جواز جور که دلتا دا وقت دلتا دا وقت. کلایی بچی شد بس او اغوانی اما پاد نوزی. نظر دی داشت دیرش پالیت که دیرش خبره ده. خونو باید در داغم دا پالیت دیر که داغ لار دا مانا باید چه ایلای که امی که ایلا سر دار لار مانا دا مستقلا نشانی و بغل تا دا خلق در ایر که تکان داران جی که هم خلق جی که دا غیه که حکومت چه که رایه چه از سری باید چه سو انصاف بود که رزان سر. این در حال است که به باور شماری از باشندگان شهر کندهار شاربولی این شهر در راستای نظم شهری مرکز کندهار نسبت به گذشته بیشتر کار کرده است. ادامه خبرها تا لحظات دیگر. حال هم خبرهای اقتصادی. برای اولین بار در ولایت کندوز یک نمایشگاه محصولات زراعتی، حیوانی و صنایع دستی زنان راه اندازی شده است. مسئولان میگویند انواع محصولات زراعتی دهاقین در 20 غرفه به منظور پیشرفت اقتصاد خانواده ها و دهاقین به دید عموم گذاشته شده است. دهاقین که در این نمایشگاه شرکت کردند، نبود سردخانه و کمبود آب را از مشکلات جدیشان می دانند و بر رفع آن از سوی حکومت تاکید دارند. زنان نیز برخی صنایع دستی خود و محصولات مالداریشان را به دید عموم گذاشته و خواهان برنامه های بیشتر اینچنینی هستند.
اینجا در صحن ریاست زراعت ولایت کندز در 20 غرفه انواع محصولات زراعتی، حیوانی و صنایع دستی زنان به همکاری مؤسسه انکشافی راه نوین و در هماهنگی ریاست زراعت کندز به دید عموم گذاشته شده است. برگزار کنندگان میگویند این نمایشگاه به منظور رشد و تقویت اقتصاد خانواده ها و شناخت مردم به محصولات زراعتی کندز برای انداخته شده است. د تولیداتو سکتور زراعت بخش تولیدات لدی هغه د نندارتون هم جوړ کړی ده او ټول خلک الحمدلله دلته ورته راغلي دي. خلکو د هغه بزګرانو د هغه کسبکارانو دلته مال خرڅیږي او هغه مراجعین به اخلي. نو دا ډیره مؤثره ده د زراعت په بخش کې خلک تشویقیږي. شماری از زنان نیز در این نمایشگاه صنایع دستدوزیشان را به نمایش گذاشتند و راه اندازی این گونه برنامه ها را سودمند دانسته و خواهان برگزاری نمایشگاه های بیشتر هستند. و واقعا قسم یک برنامه ها بسیار مفید تمام میشه، بسیار مفید بخش است به خاطر خانم ها، اشتراف خانم ها، از که مثلا زیادتر وقتهایی بود که ما در خانه بودیم و همچون برنامه ها زیاد تاثیرگذار است به برای روح و روان یک همه خانم ها و خود همه بینفشاری ها که مثلا ما در قریه جات هستیم، اونجا تولیدات داریم، یک تشویق است که خانم ها تشویق میشه در این کار که دوگاه یا تولید کنیم و ما در اینجا نمایش ماندیم چکمی و چارو ماسکا و قایمق و چیزای خانگی مرو و همچنان صنایع دستی و یک تشکری خاص میکنیم از دفتر نیسی و از دفتر کانسر که ما را حمایه کرده. دهاقین میگویند با وجود کمبود آب امسال حاصلات خوب به دست آوردند و از حکومت خواهان فراهم نمودن آب کافی برای مزارع و ایجاد سردخانه برای نگهداری محصولات زراعتیشان هستند. قندوز افغانستان قندوز ده خطکای اوندانه رومای کچالو چه څه حاصلات وای په دې ځای کې ستاسو په وخت دی د موږ د حاصلات په وخت کې چې حاصلات راورسیږي یو من رومای په 10 روپۍ سي اما کدا سړه خونه یې په ځای کو زمي ته راوباسو یی دی بل ځای تولید ته موږ ضرورت نه لرو. مسئولان ریاست زراعت مالداری کندز میگویند ساخت یک سردخانه بزرگ به سطح زون شمال شرق 20% پیش رفته و به زودی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. مسئولان میافزایند که برنامه دارند با ایجاد بندهای آبگردان آب این ولایت را مدیریت کنند تا به موقع دهاقین به آب زراعتی دسترسی پیدا کنند. نرخ ارزها وضعیت هوا.